چرا فریب میخوریم؟ پرسش این هست. چرا فریب میخوریم؟ چرا در زندگی فریب میخوریم؟ عزیزان، زمانی که ما با ایدئال‌ها زندگی میکنیم، نه با واقعیت‌ها، با باورها زندگی میکنیم، با ایدئولوژی‌ها زندگی میکنیم و اونها رو وحی منزل میدونیم، تصور نمیکنیم که اینا ایدن، باورند، مفهومند، واقعیت نیستند. ما که در عمل اینها رو ندیدیم که به چه شکل در میان، ما از کجا میدونیم که اینا تحقق پیدا میکنند؟ این ایدئال‌هایی که برای خودمون میسازیم، زندگی پرزرق و برقی که برای خودمون توصیف میکنیم یا مجسم میکنیم، در نتیجه در بیخبری خودباخته اونها میشیم، خودمون رو به اونا میبازیم، عاشقشون میشیم، شیفتشون میشیم، با اونا یکی میشیم، شاید جون خودمونم برای اونا فدا میکنیم، در این توهم فدا میکنیم. عزیزان، ما زمانی فریب میخوریم که چشم خودمون رو، حالا شاید غافلانه نمیدونم، به عمل کرده این ایده ها و باورها و ایدئولوژی ها در طول تاریخ میبندیم، با رویاهای خودمون سحر میشیم، با ایدئال‌های خودمون سحر میشیم. فریب خودمون رو به گردن دیگران نندازیم. ما خودمون رو فریب میدیم. نمیریم تحقیق کنیم، نمیریم ببینیم. تنبلی میکنیم، سهل‌انگاری میکنیم. همه چیز ساده میگیریم. با زندگی خودمون قمار میکنیم. ما زمانی فریب میخوریم که از واقعیت این مفاهیم جدا هستیم. به خودمون اجازه نمیدیم، مجال نمیدیم که واقعیت این باورها، ایدئولوژی‌ها رو در عمل مشاهده کنیم، ببینیم. عرض کردم دست به قمار میزنیم و همه چیزمون رو میبازیم، یک آدم ورشکسته میشویم. ما از آنچه به ما القا شده، تلقین شده، برای خود ایدئال درست میکنیم، یقین درست میکنیم، برای اینکه از اون چه هستیم راضی نیستیم. خیال میکنیم که نسخه رهایی خوشبختی خودمون پیدا کردیم. نمیریم نقایص زندگی خودمون برطرف کنیم، اشتباهات خودمون ببینیم و اصلاح کنیم، تصحیح کنیم. نمیدونیم زندگی آزمون خطاست، نباید همه چی رو خراب کنیم، برگردیم به نقطه اول. خطاها رو برطرف میکنیم، اشتباه ها رو برطرف میکنیم، ولی میریم این کار رو نمیکنیم، میریم به یک زندگی خیالی متوسل میشیم، یک زندگی ایدئالی برای خودمون تو ذهن درست میکنیم. البته فریب کسانی رو هم میخوریم که خود اونها نیز در رویاهای خودشون غرقند. اونها هم نمیدونن که بیمارند. یک تصویر زیبا از آینده برای ما متصور میشن، به یک اعتماد به نفس بیمارگونه دارن، به خاطر همین از موضع یقین حرف میزنن و ما تحت تاثیر اونها قرار میگیریم، میگیریم سحر میشیم، همه زندگی خود رو میبازیم، آنچه را که داریم خراب میکنیم و از دست میدیم و هرگز به ایدئال‌های خودمون نمیرسیم، در نهایت ورشکستگی و ادبار هم از این دنیا میریم. عزیزان، بگذارید یک مثال زنده براتون بزنم. من در جوانی عاشق ایدئال‌های سوسیالیستی بودم، چون از زندگی فقیرانه آمده بودم، در جنوب شهر زندگی می‌کردم، فقر مزمن. بنابراین وقتی اولین بار با این مفاهیم آشنا شدم، لذت بردم، کیف کردم، یک دنیای ایدئالی، همه درش خوشبختن، همه به همه چی میرسن، دیگه کسی فقیر نیست، بیماری نیست، توجه می‌کنی مثلا اختلاف طبقاتی نیست. آره، یک مدینه فاضله برای خودم درست کرده بودم، عاشق، و هر کجا بود ازش دفاع میکردم، با خیلی بحث میکردم از سوی نادانی،
غفلت. یعنی خودم محروم میکردم از شنیدن حرف درست. خود باخته ایدئولوژی شده بودم. همه چی برای من شده این ایدئولوژی به خاطر کمبودهای گذشتم. نمیگفتم بابا اصلا ببینم در عمل اینا چی کار میکنن. چرا من عاشق این ایدئولوژی شدم؟ تا اینکه امکان مالی پیدا کردم و رفتم به آلمان، پرواز کردم به آلمان و اونجا ماشینی خریدم و از طریق اتریش آمدم به یوگسلاوی و به سمت ترکیه و ایران، یعنی از کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی گذشتم. آلمان یک کشور مرفه بی نظیر بود، اولین بار می دیدم. حیرت کردم از این همه تمیزی، پیشرفت، ترقی، تکنولوژی، انضباط. اصلا واقعا ایدئال خودم رو دیدم در آلمان. ولی ایدئال من آلمان نبود که، ایدئال من کشور سوسیالیستی بود. اومدم به اتریش، عجب کشور زیبایی است. اصلا یه گلستان بود، همه جا گل، همه جا سبز، آبستانم بود بی نظیر. وارد یوگسلاوی شدم با ماشینم، همه چیز تغییر کرد. همه جا رو ویرانه دیدم. فروشگاه رفتم برای خرید، فقط کنسرو دیدم. رفتم بنزین بزنم، به من گفتن تو دلار داری؟ پول بنزینی که من باید برای مثال 50 دلار میدادم به اصطلاح که بنزین بزنم، اونا یواشکی 5 دلار از من گرفتن، باکای منو پر کردن. گفتم برو. فساد رو دیدم. تو جاده که میرفتم دخترایی رو دیدم که به خاطر یک دونه یه بسته سیگار، چند دونه آدامس حاضر بودن که فساد کنن. عزیزان، دو سه بار پلیس های در این کشورهای سوسیالیستی منو جریمه، بی خودی جریمه کردن. شما فکر میکنید من بیدار شدم؟ من بیدار نشدم. آمدم به ایران و همه چی رو وارونه نشون دادم. نمیخواستم به خودم بقبولونم که من اشتباه کردم. انسان این گونه خودشو فریب میده. انسان، ذهن انسان این گونه. وقتی خود باخته میشیم، وقتی سحر میشیم با یه عقیده‌ای، با یه ایدئولوژی، با یه باوری، نمیخوایم قبول کنیم که داریم اشتباه میکنیم. آقا جان این فیکه، این قلابیه، این ما رو به خوشبختی نمیرسونه، به رستگاری نمیرسونه، به زندگی ایدئالی نمیرسونه. اون شم که داریم از ما میگیره. شاد باشید.